اتریش نبوده که در شما صدا رو میتونستید بشنوید؟ نه نمیتونم. یک اشکالی توی شنیدن صدا هست، اینا لطفاً رفع بفرمایید تا من تلفن بعدی رو میگیرم. خواهش میکنم یکی از دوستان از بخش فنی این مشکل رو حل کنه. بله، خانم قاسملو الان صدا رو میشنوند. بسیار صحبت ایشون این بود که من خدمتتون میگم چون نشنیدید، این بود که از آلمان فریدون میگفت که دولت اتریش تنها کشور اروپایی نبوده که به مردم ایران خیانت کرده. بله. کشورهای دیگری هم بودند و همه اینا به خاطر معاملاتی که با ایران داشتند دست از مردم ایران کشیده و حقایق را کتمان کردند. من کاملا حق میدم آقای فریدون، برای اینکه در طی اون 19 سال ما میبینیم که کشور دموکراتیک در واقع حقوق بشر رو گذاشتن کنار، با حرف میگن که دفاع حقوق بشر رو میکنن ولی منافع اقتصادی و معامله اقتصادی رو ترجیح میدن تا اینکه کار حقوق بشر و تا کار حقیقت و اینا رو ادامه جلو ببرن. از کنم خدمت شما، باید هر وقت که من یک به من چیزی من یادم میره خوشحال میشم شما من یادآوری میفرمایید. درس کنم بهروز میگه که وقتی که اسم حزب کردستان رو میارید نام ایران را از اون حزب نکنید. من فکرم این یک کاملا آشکار هست که حزب کردستان دموکرات کردستان که میگه منظور ایران هست. یعنی ما در این برنامه اصولا ایران و کردها را جدا از همدیگه هرگز نگذاشتیم و به امجاد برای من خیلی آشکار بود. مثل این که مثلا بنده بگم که حزب دموکرات در شیراز یا اصفهان، من منظورم این است که این ایران در اون هست از نظر ما و از نظر سرکار خانم قاسملو. همینطور البته راجع ببخش بفرمایید. نه من منظورم هیچ مثلا جدایی اون چیزا نبود. شما میدونید که من از اول حزب دموکرات کردستان ایران رو میگم و اگه اسم ایران رو حفظ کردم، مرسی، اون وقت برای کوتاه کردن صحبت بود نه برای دلیل دیگه، ببخشید. البته باز یک تذکر به جای باز دادن که من نپرسیدم، فکر کردم راجب خود شما سرکار خانم قاسملوی عزیز که شما از اهل چکسلواکی هستید. بله. در الان که چکسلواکی نیست، اون زمان که چکسلواکی بود و فارسی رو به این خوبی صحبت میکنید، از خودتون بگید. عزیزم من هیچ چیز یعنی بزرگی از خودم نمیتونم بگم. من 17 ساله بودم سرنوشتم و با یک کرد ایرانی وابسته کردم و از اون موقع خب یواش یواش اون موقع دکتر قاسملو دکتر نه دکتر بود نه دبیر کل حزب دموکرات ایران بود، یک مبارز ساده بود که من کاملا موافق نظریات و عملیاتش بودم. تا اونجایی که میتونستم کمک میکردم و یواش یواش بعد یه دفعه اونجا غافلگیر شدم که ایشون به من گفتن دبیر کل شدن و همینجوری ادامه دادم و یعنی هیچ چیز کلانی شاهکاری نمیتونم بگم که من یک شخصی هستم که در واقع از 17 سالگی ایرانی شدم، حالا 75 سالمه بازم ایرانی هستم و اگه سرنوشتم با کردای ایران و با کشور ایران بستم هیچ وقت در این مسئله من شک نداشتم. میدونید میدونی آدم برای کسی میشه که تمام زندگی برای این کار میکنه میکوشه. خب من الان ایرانی کرد ایرانی هستم، با اینکه رنگم سفیده، با اینکه به پوستم سبز نیست، با اینکه و اگه فارسی رو یاد گرفتن اینم از اجبار بود. و
برای اینکه ما که مخفی بودیم، من فارسی رو حرف نمی زدم، زود حبس می شدیم دیگه. یعنی که من ناچار شدم که فارسی رو یاد بگیرم. خانم قاسم رو واقعا از نظر شخصی، حالا یک سوال شخصی ازتون بکنم، واقعا از دست دادن جفتی، همسری مثل عبدالرحمن قاسملو، از نظر شخصی اون هم به این صورت، واقعا معنیش چی است؟ میدونید اگه من دینی بودم که نیستم، برای اینکه باور نمیکنم خدا اگه این ظلم و این وحشت تو وحشت دنیا رو میدید اجازه میداد که این چیز بشه. ولی اگه من دینی بودم میگفتم که خب این خدا خواست، راضی میشدم. وقتی که آدم یه هم روبروی همچین اتفاقات میفته، میدونی این قتل عبدالرحمن در واقع بالای کوه زندگی ما شد. خب تا رسیدیم به اونجا زحمت زیادی کشیدیم. زندگی ما زندگی نه آسون بود، نه پولی داشتیم، نه شهرتی داشتیم. و در واقع تمام کوشش برای کردای ایران و برای کشور ایران بود. خب به اصطلاح این دانایی و سواد و کاریزم عبدالرحمن او رو به یک جایی رسید که دبیر کل حزب دموکرات شد. منم با تصادف عشق همراهش بودم خب، و میخواستم که همراهی اون با تمام هنر و چجوری بگم، میخواستم که واقعا عبدالرحمن هیچ اشکالی از طرف من نبینه، هیچ ناراحتی از طرف من نبینه. و نمیدونم موفق شدم نشدم، ولی کوشش من این بود اگه به عبدالرحمن مثلا در کارش و زندگی روزانش کمک میکردم، در ذهنم کوشش میکردم که کمک به ملت بکنم، به ایران بکنم. شما میدونید زندگی همه مشکله، هر کدوم ما اشکالات مختلفی داریم. خب مال من با تصادف عشق همونطور که گفتم این اشکالات زندگی مخفی و مبارزه شوهرم و اینا بوده. ولی میدونید من نمیتونم به هیچ وجه بگم که یه لحظه در عمرم پشیمون شدم. و اینکه تو دل خودم کرد ایرانی شدم برای من یک احترامی هست. حالا نمیدونم راضی شدید از جوابم یا نه. اجازه بدید به ادامه میزگری با شما تا لحظه دیگر خواهیم پرداخت. بفرمایید.